سلام به همه دوستان خوب شنبه هم هجده همه دیماه 1399 هفتم جانویه 2021 اولین سالگرد جنایت نابخشودنی جمهوری اسلامی در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن 176 انسان بیگناه از جمله تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما که شاید قمنگیسترینشون افراد جوانهایی بودن که بعضشون تازه ازدواج کرده بودن برای مراسم ازدواج بیرون رفتن یا دانشجویانی بودن که رفته بودن به خانواده سرکشی کنن و برگشتن البته تک تکشون چه ایرانی چه غیر ایرانی انسان بودن برای خانواده هاشون عزیزن برای دوستان و بستگانشون عزیزن و برای دون... جهان بشریت عزیز بودن اما این یکی از قمنگیزترین حوادثی بود که جمهوری اسلامی رقم زد جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار تا به حال مستقیم و غیر مستقیم باعث مرگ میلیون ها نفر در سراسر جهان شده بیش از نیم میلیون نفر در سوریه با توجه به مدخلیت جمهوری اسلامی و کمک روسیه به قتل رسیدند در جنگ ایران و عراق که یک مسئولیت مشترک صدام حسین و خمینی بود میلیون ها انسان کشته، زخمی و اسیر شدند هزاران اعدام در ایران اتفاق افتاده اما شاید یکی از غم ترین هاشون این موضوع بود به دلیل اینکه این حادثه ناشی از یک زیاده خواهی و شهوت قدرت نمایی علی خامنه ای بود بعد از اینکه با توافقات پشت پرده یک حمله به پادگان خالی این را اثر کرده بودن تصور میکردن که آمریکا یک واکنش نشون خواهد داد خواستن اون چه مسلمه الان من دیگه با قاطعیت این رو میگم اینها شلیک کردن هواپیما رو سرنگون کردن که فکر میکردن آمریکا یک واکنشی به حمله به این اثرشون خواهد داد این رو هم قاطی واکنش های آمریکا میکنن میگن آمریکا زده و هواپیما مسافر برای رو انداخته. اون چیزی که باعث شد من حالا زمینه که وظیفه داشتم در سالگرد این حادثه به بازماندگان داغدار که داغشون روز به روز هم داره اضافه میشه به خاطر رفتار همراه با وقاحت سران جمهوری اسلامی وظیفه داشتم تصدیق اما چیزی که باعث شد که انگیزم بیشتر بشه علاقه و وجود حوادث بسیار مهم دیگه صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی هست. حسن روحانی با یک نمیدونم من اسمش چی بذارم یک وقاحتی که اصلا قابل وصف نیست من یه موقع میگفتم که بایستی برای وقاحت یک واحد هایی بگذارم بجه. مثلا بگیم یک واحد یک وقاحت الان میگم یک روحانی وقاحت یعنی اگه خواستین بگین اوج وقاحت بگید یک نفر بنازه یک روحانی وقاحت داره بنازه یک خامنه وقاحت داره حالا حرفایی که زده که عملا نقض حرف های سال گذشته خودش هست یک حرفش خیلی منو ناراحت کرد میگه که با اینکه ما شرایط اقتصادمون سخت بود اما سی میلیون دلار اختصاص دادیم برای دادن خسارت به خانواده قربانیان آقای حسن روحانی فرزندان بی ارزش خود هم هر یکیشون بیش از 30 میلیون دلار برای خانواده ارزش تو و خانواده‌ات که انگل هستید و هر کدومتون جز خسارت برای مردم چی ندارید اما حتما فرزند تو هم ارزشش بیش از 30 میلیون دلاره 176 نفر رو پرپر کردید کشتید و بعد میگی با, با توجه مننت که 30 میلیون دلار دادید شما سال گذشته دستخوش همین جنایت سپاه 200 میلیون یورو یک جا به سپاه قدس اضافه دادید بعد از همین جنایت حالا منت سر مردم میذاره که ما در شرط سخت سی میلیون دلار اختصاص دادیم اختصاص مردم هم رو بدید یقین دارم بسیار از خانواده قبول نمی کنن. پول دست شما رو نجس میدونن و حاضر نیستن پول خون فرزندانشون از شما بگیرن برای که شما زبانتون دراز باشه اما این گذاری شما اوج خب حالا حرفای دیگه هم زده که اونها هم نشون میگه که هواپیمایی در آسمان به خطا مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد مسببین باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند اگر قصور اشتباه هماهنگی و ناهماهنگی بوده همه زوایای مسئله بر شد این اصلا این کلمه از تقصیر رو مطرح نمیکنه قصور اشتباه و بعد در من جالب من دونم این آدم می یا تعمد داره هماهنگی یا ناهماهنگی نمیدونم چیه البته به نظر من چرا تنها حرف راستش همین هماهنگی یعنی قطعا سران حکومت همشون در اجرای این جنایت هماهنگ بودن قصد عمدی داشتن برای سرنگونی یک ما برای اینکه گردن آمریکا بنزن در دعواهایی که با آمریکا دارن خب حالا بر میگیم آقای حسن روحانی که امروز میگه که اگر قصور حتی میتازه اگر قصور یا اشتباهی رخ داده بایستی زوایش روشن بشه یک کلام معذرت خواهی نیست نه حسن روحانی نه علی خامنه‌ای که فرمانده اصلی این جنایته نه سربار حاجی زاده جانی نه فرمانده کل سپاه همشون این روزها سرگرم برگزاری سالگرد قاسم سلیمانی هستند کسانی که 176 نفر رو کشتن همشون فعلا عزادار یک نفری هستن که اون هم اگر اون شب زنده بود در این جنایت دست داشت خیلی بدون تعارف و صریح میگم اگر قاسم سلیمانی هم کشته نشده بود و این حادثه اتفاق افتاده بود قطعا قاسم سلیمانی هم یکی از جنایتکاران این جنایت بود حالا همه حکومت عزادار قاسم سلیمانی هستن اما یکیشون ببینید نگاه کنید کدوم یکی از مقامات سپاه در سالگرد این حادثه و این در سالگرد این جنایت حاضر رو معذرت خواهی کنه در طول سال گذشته معذرت خواهی نکرد نه تنها معذرت خواهی نکردن کسی که فرمانده سمبولی که عملیات سربار حاجی در بارها به با عنوان قهرمان ملی بودن در تلویزیون یعنی اگر در هر کشوری از دنیا بود حداقل برای تسلی خاطر بازماندگان این سربار سربار استعفا میداد برای اینکه نشون بدن که حداقل از رفتار خودشون شرمنده هستن اما نه تنها این کار نکردن بارها و بارها یعنی شما اگه نگاه کنید تعداد دفعاتی که سربار حاجی زاده در طول یک سال گذشته و بعد از جنایت سقوط هواپیمای سرنگونی هواپیمای اوکراین در تلویزیون حاضر شده قطعا بیش از تمام مواردی که قبل از اون در تلویزیون نشون داده میشد یعنی این لجبازی که حکومت داره نوع کینه‌ای که از مردم ایران دارن میخوان بگن ما هر غلطی بخوایم میتونیم بکنیم کسی رو که فرمانده این عملیات بوده و جز کسانی بود که سه روز مردم دروغ گفته ببینید خود حاجی زاده اومد گفتش من صبح چهارشنبه در کرمانشاه این حادثه رو ازش خبردار شدم خبردار شدم که پدافند ما شلیک کرده و هواپیما خورده ولی اومدم تهران گزارش دادم حالا ببینید این حرفای حاجی است حرفای سربار سلامی در مجلس و حرفای حسن روحانی من حرفای های رو با حرفای امسال میخوام مقایسه کنم حسن روحانی میگه که اون موقع که امروز در صحبته کرده در جلسه هیئت دولت میگه چهارشنبه ما در هیئت دولت بودیم امروز در مورد پارسال صحبت میکنه در هیئت دولت بودیم آنچه در دولت مطرح شد یک سانحه بود بعد از ظهر جلسه شورای امنیت ملی داشتیم که برای ماجرای ایران اسد بود در آنجا هم این مسئله مطرح شد شب با وزیر راه صحبت کردم که باز هم صالح مطرح شد زیرا پدافند هوایی میگفت شلیکی نبوده است ببینید حسن روحانی رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی میگه پدافند هوایی به ما گفت اصلا شلیک نکردیم این داشته باشید شما خب اگر کسانی میان میگن که جمهور اسلامی اگر اعتراف کرد به خاطر فشار و اطلاعاتی بود که آمریکا و کانادا داشتن. ات... آمریکا و کانادا قبل در اون سه روزی که مقامات جمهوری اسلامی تکذیب میکردن موضوع شلیک رو اعلام کردن ما مدارک کافی در اختیار داریم که نشون میده در اثر شلیک پدافند جمهوری اسلامی این هواپیما ساقط شده این در حالی بود که در همون موقع یک خلبان بی آبرو رو آوردن گفت من 35 سال رو میذارم می میگم که این حادثه بوده سانحه سقوط بوده رفت شلیک نبوده رئیس هواپیمای آسمان اومد گفتش که این ها سقوط بوده شلیک نبوده و حسن روحانی میگه پدافند کشور به ما اعلام کرد ما شلیکی نداشتیم خب پس اگر کسانی میگن که اعتراف اینها به خاطر هشداری بوده که آمریکا به کانادا داده قطعا درست میگن خب ببین این حرف حسن روحانیه و بعدم میگه که 24 دی ماه سال گذشته یعنی چند روز بعد از شش روز بعد از این حادثه هم حسن روحانی سخنرانی کرده میگه که خطای بسیار دردناک و نابخشودنی اتفاق افتاده باید محاکمه بشن تمام دنیا به دادگاه ما نگاه خواهد کرد بعد نکته که میگه اینجا مهمه میگه به دلیل آشنایی که با پدافند هوایی دارم میدانم که فقط یک نفر مقصر نیست توضیح میده که این سیستم وجود داره و قطعا سیستم ایراد سیستم مقصره الان که اصلا کلا میگه اگر قصور یا اشتباهی صورت گرفته خب بعد از این صحبت های حسن روحانی که اونجا با سراحت میگه که من با توجه به آشنایی که با پدافند من توضیح بدم حسن روحانی از سال 64 تا 70 مسئول پدافند هوایی کشور بوده حالا غیر از مسئولیت های که زمان جنگ داشته رئیس کمیسیون دفاع مجلس بوده در مجلس اول و دوم در زمان جنگ و سمت هایی که در شورای امنیت ملی داشته سالها نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت ملی بوده میگه که من با توجه آشنایی که دارم نمیتونم یک نفر مقصر باشه و بعدم اونجا میگه که باید محاکمه بشن دنیا به محاکمه ها نگاه میکنه حالا میگه اگر قصور یا اشتباهی صورت گرفته باید محاکمه بشه بعد از این صحبت های حسن روحانی سربار سلامی رفته در مجلس ابتدا جالب اونی که در اونجا ابتدا در مورد کار بزرگی که به قول خودش در عین الاسد کردن صحبت میکنه و بعد در ادامهش در مورد سقوط هواپیما صحبت میکنه یکی از دروغ های بزرگش اونجا میگه میگه ما خودمان منشه ایجادین فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد یعنی میگه که قبول داره موشک فرستادیم جالب فرمانده کل سپاه موشک فرستادن ولی نمیدونه موشکشون به جای خورده یا نه اینو بذار کنار حرفایی که اومدن گفتن که ما اول تصور کردیم یک موشک کروز داره میاد به تصور کروز شلیک کردیم حالا حسن روحانی از یه طرف میگه پدافند ما گفت شلیک نکردیم سلامی هم میگه که ما یک فرضیه داشتیم که ممکن موشک ما اثابت کرده باشه بعد میگه اگر خودمون نمیگفتیم هیچکس کس نمیتونه ثابت کنه دروغ از این بزرگتر شما سه روز نگفتی شما که از اول میدونستید مگه میشه موشک شلیک بکنید شما خودتون هم دارید میگید که ما فرض تصور داشتیم که موشک خروز آمریکا اومده موشک شلیک کردید اصابت هم کرده بعد تا سه روز نمیدونستید به هواپیما به چه دلیل سقوط کرده برید مصاحبه یک خبرنگار خارجی با سفیر وقیه جمهوری اسلامی در لندن رو بخونید بهش میگه که شما چرا از همون ساعت اول اومدید با بلدوزر همه آثار سقوط رو جمع کردید سفیر بهش میگه شما مزخرف میگید به جایی که جواب بده یعنی اینها اگر به کار خودشون شک نداشتن اگر راست میگن و اطلاع نداشتن برای چی رفتن با بولدوزر تمام اسرار رو جمعوری کردن اینا خبر نداشتن که دنیا دنیای 300 400 سال پیش نیست که یک روایتی جعل کنید دروغی جعل کنید بالای منبراتون تبلیغ کنید از طریق ماهبارا همه چی رو می‌بینن و همون رو به شما نشون دادن که شما قبول کردید بیاد اعتراف کنید به جنایت خب حالا این اتفاقات افتاده برید برید اون طرف مقابل اوکراینیا چه میگن اوکراینیا میگن که حد بر اساس کیفرخواستی که صادر شده حد اکثر مجازاتی که برای عاملین این حادثه در نظر گرفته میشه سه سال زندانه تازه حد اکثر در تمام یک سال گذشته، ف... تنها چیزی که گفتن میگن ما شش نفر متهم داریم در این پرونده اتهامشون چیه ردشون چیه شما که مگر همچین آدمی چه چیزی داره بالاخره کسی اگه این کارو کرده شما که باید مدال افتخار بدید به آدماتون که میگید ما حاضریم در راه اسلام و انقلاب جان بدیم شو طرف رو معرفی کنید هر دکسانی که بدنام میشه بدنام شدن که از کوشش دارن بالاتر شما که ادعا دارید نیروهاتون حاضرن به خاطر انقلاب و اسلام تا پای جان بیستن خب به خاطر اعتبار انقلابتون طرف معرفیش کنید برای اینکه میدونید نمیتونید کار بکنید اگر یه نفر بیاد جلو تلویزیون بشین سیستم های اعتراف شما اینقدر بدنامه که هر کسی بیاد بگه من خودم تصمیم گرفتم هیچ کس باور نمیکنه اگه واقعا اینطور نبوده اینا حرف من نمیذارم حسن روحانی رئیس جمهور شما رئیس شورای عالی امنیت ملی شما و, و, کسی که به قول خودش سالها مسئول پدافند بوده میگه نمیتونه خطای یک نفر باشه یک مسئله سیستماتیکه و سیستماتیک من دستور اومده برید توضیحات بعدی که خوندن میگن که طرف اپراتور سعی کرده تماس بگیره موفق نشده موشک اول رو اشتباه زد موشک دوم برایش شلیک شده خب ببینید حرفایی که دارن میزنن مشخصا اینه که نه تنها حاضر نیستن مسئولیت رو بپذیرن نه تنها حاضر نیستن واقعیت رو بگن حتی حاضر نیستن به صورت سوری معذرت خواهی بکنن شما کدوم معذرت خواهی جز روزای اول که فضا داغ بود و این سربار سرام رفت در ملیس. کلی ت... از خونی کرد در مورد کار بزرگشون در این رسد گفتش که ای کاش مثلا من هم در هواپیما بودم شما حاضر نیستید از سمتتون به خاطر تسلیه خاطر مردم استفا بدید شما میگید کاشی در هواپیما بودم چرا دروغ میگی به مردم از اون بالاتر الان اگر سالگرد قاسم سلیمانی هست قاسم سلیمانی سرباز بوده در راه به قول شما در راه وظیفه‌اش کشته شده چرا باید انقدر خرج بکنید سراسر شهرهای کشور پر از بنرهای کردید برای هواپیمای مسافر بری که شما عمدن ساقط کردید چی میگید؟ اصلا عمدن ساقط نکردید اشتباه کردید مگه اینکه اشتباه شلی کرده باشید یا عمدی در میزان داغ دل خانواده تاثیر بله اگر عمدی باشه داغ بیشتره بله مگر اگر اشتباه باشه خانواده داغ دا نیستن شما تازه مننت میگذارید بگید میخوایم دیه بدیم دیه که میخواید بدید معادل یکی از چم... رقم های چمدونی که به محمود زهار دادید وزیر خارجه طرفدار صدام گروه حماس بعد منت بیزارید در شرایط سخت اقتصادی در همین سال شما چقدر هزینه بی خود کردید میزان اختلاسی که همکاران دولت روحانی یا همکاران صادق لاریجانی در قوه قضاییه انجام دارن ده ها برابر بیشتر این سیمن دراری که شما الان دارید مندت میگذارید ببینید من معتقدم که این حکومت نه تنها ضد مردمه اصرار داره ضد مردم بودنش رو افشا بکنه اصرار داره که به همه دنیا بگه به مردم ایران بگه که من هر کاری بخوام میتونم بکنم میتونم شلیک کنم هواپیما مسافر بری سر افتاشی نفر رو بکشم بعد هم به دنیا جواب ندم اطلاعات لازم در اختیار نگذارم هنوز که هنوزه اینا اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا نگذاشتن اول شما گفتن که جعبه سیاه صدمه دیده بعد گفتن باید بیاد در داخل ایران گفتن فرانجا نمیفرستیم بعد از فشارهای جهانی من دیروز دیدم که وزیر یکی از وزرای اوکراینی گفته که اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتن اما همون اطلاعاتی هم که در اختیار گذاشتن هنوز گله های از اون طرف ها هست زمینی که دولت اوکراین دولت مثل این هاست. نمیدونم چقدر پشت پرده با هم تفاهم میکنن اینها از اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاد بحث کرونا او پیش اومد بحث های دیگه پیش بحث های آمریکا پیش در واقع یک سری حوادثی پیش که برای اون کشورهای غیر از ایران و اوکراین مهمتر از مسئله هواپیما اوکرانه و متأسفانه اونها هم نشون که ملت به دلیل که ملت ایران از طرف حکومت خودش رو سری میخوره سایر دولت ها هم اگر بحث منافع خودشون نباشه موز خیلی اهمیت نداره یه دولت کانادا هم تق... تقریبا کوتاه اومده دولت فرانسه هم خیلی چیزی نمیگه یعنی کسانی که اطبایشون علاوه بر اطبای ایران در هواپیما بودن سکوت کردن اما میبینید که در همین روزها همشون عزادار کسی شدن که من میگم با میگم اگر قاسم سلیمانی هم کشته نشده بود قطعا دستش در این جنایت آلوده بود یعنی کما اینکه دستش در جنایات سوریه آلوده بوده کما اینکه دستش در جنایات سال 88 ایران و جنایات بعدش آلوده بوده کما اینکه در آبان 98 قطعا از کسانی بوده که در برنامه ریزی برای قتل مردم دست داشته حالا برای کسی که اگر زنده بود اون هم در این جنایت شریک بود تمام کشور شده عزادار هزینه بی بی در چرا حسن روحانی نمیگه در شرایط اقتصادی این همه بنر درست کردیم برای قاسم سلیمانی اونو چرا منت نمیگذاره بنرهایی که هیچ خاصیتی هم نداره جزی که برای بعضی از مردم تفریح بشبرن آتش بزنن اما برای 3 میلیون دلاری که یک موی یک نفر از این قربانیان رو جبران نمیکنه منت میگذاره میگه با اینکه شرایط اقتصادی ما سخت بود ولی 3 میلیون دلار اختصاص دادیم شما با هر خانواده لبنانی که در جنگ 33 روزه خسارت دید چقدر پول دارید که حالا برای 30 میلیون دلار دلار یعنی به هر خانواده طبق چیزی که اعلام کردن میخوان به هر خانواده از این قربانیان 150 هزار دلار بدن برید سوال کنید هزینه ای که دولت جمهوری اسلامی در لبنان برای خانواده لبنانی کرده هر کدوم چقدر بوده انقدر مننت گذاشتن که حالا میگن تا این افتخار هم میکنن که اون خرجو کردن افتخار میکنن که هم هزینه نظامی لبنان رو دادن هم هزینه بازسازی خونهشون دادن هم خرج یک سال خونهشون رو دادن هم لوازم خونه براشون و هم پول تو جیبی نقد دارن بهشون این وضع حکومت ماست ببینید اینها رو من میگم که اصرار دارم در هر برنامه بگم کسانی که ادعا میکنن این حکومت اصلاح پذیره کسانی که ادعا میکنن در این حکومت اندکی دلسوزی برای مردم ایران وجود داره دروغ میگن حتی فریب خورده نیستن برای اینکه انقدر نشانه و انقدر اثر و انقدر آثار از دشمنی این حکومت با ملت ایران مشاهده شده که هر کس فکر بکنه یا ادعا بکنه این حکومت اندکی دلسوزی داره یا هر کس ادعا کنه اندکی امکان اصلاح وجود داره قطعا دروغ میگه فریب خورده هم نیست ببینید یک سال از ماجرا گذشته علی خامنه ای که حاضر نشه رسوای کنه به هر حال نیروهای نظامی کشور زیر نظر خامنه ای هستن چطوره که وقتی که مثلا یک عملیات انجام میدن به قول خودشون موفقا همه تبریکا به طرف خامنه ای میره اما وقتی یک جنایت توسط این نیروهای نظامی انجام میشه خامنه ای حاضر نیست ای کنه حتی برای تسلی خاطر یک معذرتخا ای چونش نکردن میگم تازه عاملان جنایت رو بهشون دارن هر روز بها میدن و پول اضافه بهشون میدن امکانات اضافه میدن چهره تلویزیون درست میکنن سردار ملی بهشون میگن این وضعیت حکومته و امیدوارم که مسائل دیگه که پیش اومده ببینید ما اتفاقات زیادی داشتیم در سال گذشته من بعد از مسئله هواپیما یک موضوع صحبت کردم گفتم امیدوارم این جنایت که جنایت بسیار بزرگی باعث نشه جنایت حکومت در نیزارهای ماهشهر فراموش بشه باعث نشه که کشدار 1500 نفر در حوادث آبان ماه فراموش بشه خود حکومت اعتراف کرد 231 نفر در حوادث آبان کوشه شدن امیدوارم حداقل اون 230 نفر فراموش نشند. امیدوارم این جنایت فرام... اجازه نده ما فراموش کنیم که حکومت کسی رو که افشاگر جنایت های حکومت بود و ممکن بود اشتباهات هم کرده رو لازم جنایت آدم ربایی و اعدامش رو فراموش بکنیم امیدوارم که این جنایت باعث نشه که اعدام های سریالی که الان داره در سیستان و بلوچستان سی انجام میشه و متاسفانه به دلیل فضایی که حکومت درست کرده به همه اینها انگ جدایی طلب تروریست میزنه هیچ کس در داخل کشور ازشون نباید میکنه امیدوارم اینها فراموش نشه امیدوارم این جنایت که سالگردشه و واقعا باعث تاثره باعث نشه که جنایت بسیار بزرگ ملی حکومت در مزایقه از خرید واکسن کرونا فراموش بشه اجازه ندین دروغ حکومت در کاهش یک باره آمار کرونا فراموش بشه ببینید حکومتی که برای رسیدن به آبان ماه طرفات رو تا 490 برد بالا الان به 98 تا بدون که بگن چه اتفاق افتاده هیچ توجیهی ندارن برای نخریدن واکسن اجازه ندیم بازی نمایشی بسیار مسخره که در روبودن کشتی کره جنوبی انجام دادن باعث بشه که فراموش کنیم که این دزدی دریایی در سالگرد قتل هوایی بوده در, سال... در سالگرد حادثه که در آسمان 176 نفر کشتن رو رفتن در دریا یک دزدی دو... دریایی انجام دادن و دارن بهش افتخار هم میکنن بذارید افتخار کنن ولی ما اجازه ندیم که جنایت بزرگ 18 دیماه دی ماه 98 فراموش بشه اجازه ندیم جنایت های بزرگ آبان 98 فراموش بشه اجازه ندیم وضعیت اقتصادی کشور فراموش بشه اجازه ندیم جنایتی که دولت روحانی و مجموعه حاکمیت در بورس کردن و میلیون ها ایرانی رو به خاک سیانشون فراموش بشه ببینید اینها تک تکش فقط اثر کوتاه مدت نداره جنایتی که در بورس مرتکب شدن بسیار از خانواده ها رو از هم پاشوندن بسیار از خانواده رو امیدشون رو ناامید کردن بسیار از افرادی که میتونستن یک قبل از اون یک خونه کوچیکی بخرن 40 50 متری الان دیگه حتی برای رهن اون خونه ها مشکل دارن اجازه ندیم این جنایت باعث بشه که افزایش تقریبا دو برابری قیمت ارز از همون حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراین تا امروز فراموش بشه اجازه, اجازه ندیم که بازی جدیدی که راه انداختن برای سرگرم کردن مردم و فریفتن مردم در قضیه انتخابات ریاست جمهوری تحت شا قرار بده جنایت هواپیمای مسافر برد. یعنی واقعا به حد وظیفه که ما داریم چون من بارها گفتم خشم مقدس ناشی از این وضعیت بزرگترین خطر برای حکومت و حکومت تمام تلاشش اینه که خشم مردم رو با یک سری اخبار فرعی کنترل بکنه. خیلی از اتفاقات روز افتاده. حتما همش مهمه. اما هیچ کدوم نباید باعث بشه که ما مسائل دیگر فراموش کنیم ما ملت خیلی متاسفانه احساسی هستیم به یک اینکه آقای عادل فردوسیپور که بنده بسیار براش احترام قائلم تونسته بره در قطری گزارش بده چند روز بی خود خوشیم واقعا جای خوشی داره در این کشور که عادل فردوسی رفت اون هم مصیبته عادل فردوسی به جایی که در تلویزیون ملی خودش بتونه صحبت کنه میره در یک برنامه ورزشی در قطر گزارش میکنه ما یک هفته خیلی سر شنگول هستیم که عادل فردوسی پور صداش دوباره پخش شد ببینید فراموش نکنیم که این حکومت حکومتی که برای تشییع جنازه شجریان میگفت کرونا هست اما برای تشییع جنازه یک انگلی مثل مصباح یزدی جمعیت کلانی میاد در خیابان و هیچ مانعی براشون وجود نداره اینا رو فراموش نکنیم فراموش نکنیم که این حکومت در همه امور با سلامت مردم با اعصاب مردم با آینده مردم با امید مردم بازی میکنه حداقل ما اجازه ندیم یعنی رفتار ما نباشه که حکومت خیالش راحت که ما مردم فراموشکاری هستیم به راحتی میتونن با یک فضاحت فضاحت قبلی رو بپوشونن میتونن با یک خبر دروغ سب تا کسافتکاری و فسادشون رو بپوشونن حداقل رفتار ما طوری باشه که حکومت رو بهش امید ندیم حکومت رو به این باور برسونیم که مردم ایران مردم آنچنان ساده انگاری هم نیستن که اگر هر کاری شما کردید سکوت بکنن و هیچ رو متوجه نشن حداقلش که ببینید اگر در داخل کشور بعضی از رسانه ها محدودیت دارن که دارن اگر در داخل کشور حتی بعضی از کسانی که ادعای مردم سالاری دارن دروغ میگن و به نحوی با به حکومت هستن ماها که در خارج از کشور هستیم اجازه ندیم به هر چون دیگه گذشت دورانی که فقط جعبه تلویزیون و جعبه رادیو بر مردم مسلط بود امروز کم اثرترین رسانه ها همون رسانه های حکومتی هستن فضای مجازی علارغم همه محدودیتی که حکومت ایجاد کرده مهمترین منشای خبرگیری مردم هست و مردم به اون رجوع میکنن بزرگترین مرجع خبری مردم هست به همین جد از اینها استفاده کنیم و اجازه ندیم من بار دیگه سالگرد جنایت بزرگ جمهوری اسلامی و وقاحت سران کشور به خصوص حسن روحانی در این موضوع رو تسلیت میگم به خانواده های داغدار براشون آرزو صبر میکنم اگرچه فقط گفتن این آرزوها ساده است من یقین دارم بسیار از این افراد لحظه لحظه این یک سال براشون هر یک لحظه براشون مثل یک سال مثل سالها گذشته کسی که همسر و فرزندش رفتن برای یک چند روز مسافرت و, بر... و خبری ازشون نیست و بعد متاسفانه یک مش مزدور در خارج از کشور به اونها حمله میکنن به جایی که حکومت حمله بکنن به بهانه اینکه اگر ما این کارا رو بکنیم حکومت تحریم میشه و حکومت وقتی که تحریم نباشه کاری بر مردم میکنه مگر در عرصه‌ای که تحریم نبودن کاری بر مردم کردن مگه زمانی که پول داشتن پولشون خرج مردم شدن بعد یک م... من با سراحت میگم که مزدور به جای اینکه همراهی کنن همدلی بکنن باعث تسلای خاطر بازماندگان بشن میان میگن که شما حرفاتون باعث تحریم میشه مگه تحریم چند درصد مشکلات ایران به خاطر تحریمه و اصلا تحریم چرا شده تحریم به خاطر شهرات سیاسی خامنه تحریم به خاطر بلند پروازی های بی, ها... بی حاصل من دو سه روز قبلا در ویدیو سوال کردم بگید حاصل این کارات ما رو مردم ایران چی بوده شما گفتید ما برنامه هسته‌ای می‌خوایم درست کنیم که ازش مصارف دا... میخوایم می‌خوایم ایزوتوپ‌های دارویی به دست بیاریم بعد هنوز سر خودتون می‌زنید میگید ما از سرنگ سرنگ تحریمیم داروی سرطان تحریمیم داروی کرونا تحریم هستیم پس به لحاظ دارویی که هیچ پیشرفتی نکردید به لحاظ انرژی که اگر یک دونه نیروگاه هم دارید وابسته به روسیه هستید و روسیه ده... 10 ده... بیش از 10 سال شما رو بازی داد و امروز هم وابسته به اونجا هستید بگید این بلند پروازی که باز تحریم شده یعنی اگر تحریم ها یک به با... خاطر موضوعی بود که کوچکترین دستاورد برای مردم داشت میگفتم بسیار خوب هر کشوری برای رسیدن به اهدافش سختی های میکشه اما دیدیم که روز به با همه ادعاهایی که اینا میکنن تنها چیزی که پیشرفت کرده اختلاس فساد و گردن شدن راندخورهای حکومتیه موفق